منم خسته شدم. ببخشی چرا؟ چی گفتی؟ کار را که کرد آنکه نگاه کرد. آها آخی برای اینجا خیلی درد میکنی. به خدا شرمنده همه شدم. همگی خسته شدیم. ایشالله من عروسی بچه هاتو مهری جان تو خودت از صبح تا الان سر پا بودی. بیا بشین یه سر استراحت. ندارم میرم خرید. مهری جان این کلم پلوه خیلی خوشمزه. من فکرم اندازه دو پرس ناخونک زدم. ما شیرازی ها کاری نمی کنیم یا اگرم انجام بدیم به بهترین وجه انجام میدیم. به هر حال شارخ جان امروز که به خیر گذشت. الحمدلله همه خانواده جمع شده بود. بله بله دیدی چی گفتم؟ گفتم خانواده. بله. ما با هم خانواده شد. واقعا واقعا اینا همش از خوبیای شماست. اختیار شما باعث دلگرمی همه هستید. دست درد نکنه. ولی به هر حال هر روز اینجوری نمیمونه. باید یه راه حل دائمی پیدا بکنیم. ان شاء الله ان شاء الله ممکنه نباشه. من و مهری خانم روزی 100 دست غذا دست مردم میدیم. نه بابا والله نگران نباشید. ان شاء الله درست میشه. امید خدا. رفت و آمدمون هم باید یه مقدار مراقب باشیم. بردن غذا، آوردن غذا، ایاب زهاب. باید مراقب باشیم تو محله همچین تابلو نشیم. الان این هادیان هم زنگ زده گفته که همین روزاست که بیاد اینجا. باید یه ذره مراقب باشیم. آره. من با خدا هادیان صحبت میکنم. آدم خوبیه. آره آدم, آدم خوبیه. راضیش میکنم. شما هیچ نگرانی نداشته باش. انشالله نمیدونم یه دور ببرم به شیراز تلافی همه اینا در بیاد. ها؟ میام؟ خدا رو شکر. پس دوست داشتین غذاتون رو؟ بله خواهش میکنم. والا کلم پلو شیرازی رو هر روز نداریم. امروز غذای روزمون بود. سفارش بدین. اگه تعداد زیاد باشه حتما براتون آماده میکنیم. امروز که غذا میگم چند تا غذای خودمون هست بفرست برای. نه 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 خودمون نگه داریم بخوریم. باشه یه تونه برای تو نگه داریم. نه تو رو خدا نگی. من میخوام بزنم اونا شما خودتون بخوریم. ما خودمون میخوام. میخوام خیلی عذر میخوام. نداریم دیگه غذا امروزمون تموم شده. شما میتونید تشریف ببرین تو سایت mamamehri.com غذاتون رو سفارش بدید. همچنین از اپ مامامهری @mamamehri میتونید سفارش بدید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. با این کلم پلو شیرازی تو به قول جوونا حسابی درکونی. همه سعی میذارن تعریف میکنن از غذا. با اجازهتون من برم نهی. میخوای منم بیام کمک؟ اونجا صفه. خسته میشی. قربونتون برم. مدیریت همینه دیگه. مدیریت همینه. منظور اینه که یعنی شما میگم چون یه خلال دندون گذاشته بود نو یه آدم سمازی منظورم بود که خبر خواهد دیده خواهی میدازه اینا خودت نگیر بچه خودشو میگیره. آروم باش. دو اسمه من میگم الان بریم غذامون رو گرم کنیم بخوریم. آخه کاش این غذا تستی ها رو نمیدادیم بره ها. آخه میگم غذا تستی ندین این ورم بر خب بدیم من تست میکنم دیگه. خیکی بابا مهناز جون قربونه دارم شما کارت از تستی گذشته. همه تشریح ها رو پاس کردی رفت به کارش قبول شدی دیگه. چیتونه؟ غذا تستی چیه دیگه؟ غذای تستی یکی از ترفندهای جلب مشتری در سراسر دنیا. یعنی شما چی کار میکنین؟ شما چند تا غذا رو یعنی چند پرس غذا رو به عنوان نمونه کار میذارین جاهای شلوغ. مردم میان تست میکنن ازش میچشن دوست داشتن سفارش میدهن. تمام شد و رفت. ای بچه بیعقل. یعنی چی؟ ای بچه بیعقل. چرا آقا؟ من کلی سفارش داشتم غذا نداشتیم بهشون بدیم. تو رفتی غذاها رو پخش کردی بین مردم مفتی؟ خلیل آینده نگر باش. ولش این نمک نداره. آینده نگر باش. کجا رو داری نگاه میکنی؟ جلو پاتو؟ آقا اینجا کلی برج است تو این محل. تو هر برجی چند تا واحد است؟ حداقل 30-40 واحد. درسته یا نه؟ اینا هم که از آشپزخونهشون استفاده نمیکنن. زنای اینجا که آشپزی نمیکنن که. بله لباسشون رو پیازدا میگیره. خب ما بردیم به هر برجی 3-4 تا غذا دادیم دست کی؟ لابیمن. لابیمن گوشه رو کانتر چند تا قاشق یه بار مصرف توش. هر آدمی میاد اونجا رد میشه تو کی به این غذا میزنه؟ ای بابا ای بابا.
یعنی حالا درسته؟ بله که درسته. شما تصور کن از هر کدوم از برج‌ها و مجتمع این اطراف سه تا چهار تا خانواده از غذای ما خوشش بیاد چه میشه؟ حریدی خلیل. همون میشه. حریدی به جای اینکه دوره بیفتی تو نیاورون، میری تو همه شیرین و صادقی به برج‌ها سر میزنی، غذا میدی، مایه رو میگیری، خلاص. یعنی من حالا باید خودم بدم دست جوونا؟ بفرما. متوجه نیستی؟ آقا میگم خلاص. بله بله کی؟ میرسم خدمتتون الان. بله یکی از همسایه‌هاست میگه میخوام ببینم کی این غذا رو آورده، کارش دارم. به فکر شعب باش. یعنی خوششون اومده؟ یه برحال حرفی بود که زدم. برو کرده بابا. آفرین. وای مواظب باش. بله بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. خوش آمدید. بفرمایید. تاجر هستم. حال شما خوبه؟ قربونم. رضایی هستم در خدمت شما. خیلی خوش آمدید جان. معذرت میخوام. کیترینگ اینجاست؟ بله بله. یه غذا. بله بله. آشپزخونه پایین هست. محل عقد قراردادها و قراردادهای ما اونجا قرار داره. بله. که شما تشریف ببرید تو ما در خدمتتون هستیم. راستش شما مدیر کیترینگ هستی؟ نه خیر، واقعیت امر اینه که مدیریت کیترینگ به عهده پدر بنده است. جناب آقای خلیل‌زاده. جناب خلیل‌زاده از کارمندای خوبمان، از خوبای شیراز و خوبای روزگار. تشریف ببرید باشون. لطفاً بفرمایید بگید یه لحظه تشریف بیارم. جناب توانگر عجله برای چه؟ آقای خلیل‌زاده بفهمن شما تا اینجا تشریف آوردین رفتین اصلا ناراحت میشن. یه چای و شیرینی می‌خوریم، یه قرارداد می‌بندیم، سریع تشریف می‌بری. عجله برای چی؟ چه ساختمون قشنگی داره. برای شماست. خواهش می‌کنم. ببخشید. جان من تابلوی کیترینگ رو دم در ندیدم. آها چه نکته ظریفی اشاره کرد. بگو آرمان. من الان توضیح میدم خدمتتون. در واقع واقعیتش اینه که ما سفارش و تابلو دادیم، اون تو خوردیم به تعطیلات عید و دیگه این حاضر نشد. دیگه ما احسن تبلیغات ما کیفیت ماست جناب تابوگر. یعنی ما اصلا اعتقادی به پوستر و تراک تو این جنگولک بازی ها میدونید که نداریم. شما تشریف بریم، من توضیحات لازم رو خدمت میدم. بفرمایید. خیلی خوب. بفرمایید. آقا تمرکز مواظب پله باش. بفرمایید. مواظب پله با. خیلی خوشحالم. بفرمایید. ببخشید. چرا آوردیش تو؟ حالا سرنگ میاد یه چیزی بهمون میگه. جای تشکرت خلیل، من برای کی دارم این کارا رو میکنم؟ به سرنگ چه ربطی داره؟ سرنگ بیجا کرده؟ بو کن. چیو؟ بو کن فضا رو. آقا هر پیس ادکلنش باد شرط میبندم 100,000 تومنه. بله بعدم قربونت برم من دور سرت بگردم. این آقا قطعا فقط واسه تشکر کردن اومده اینجا. نکن. من مطمئنم این یه کارخونه داری چیزیه اومده اینجا تمام غذای پرسنلشو از ما تعیین میکنه. حالا ببین کی گفتم. خیر اینه. ببین نه. فقط ای کاش که لباستون یکم بهتر می بود دیگه. چشه این لباس پریدنه؟ لباس پریدنه. من یه پای دیگه هم یه پشت فرمونم. نباید که کت شلوار بپوشم. باش خورده. باش حالا آروم باش دورت بگردم من. الان منو نگاه کن. تو چشم رو نگاه کن. بیا. آقا داره نگاه میکنه دیگه دیوونه ای؟ آقا جان. با کلاس. با کلاس. با کلاس. برخورد کن. و از اینجا باش حرف بزن. عبالو بیا بابا رفتی چایی بکنی یک کاری ریخ باشه. حالا ولش کن ندید که اومد. ساکت باشه دیگه بابا. منم بیام تو؟ ها بیا 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 بد نیست. بیا به عنوان رئیس سایت و رئیس روابط عمومی اونجا باشه. آره باشه مگه آتوسا خانوم بچه جون متوجه شده چجوری مشتری جذب میکنن؟ حالا هایی برو پشین پشت کامپیوترت. وای خدای بزرگ. بعضی از آدم ها از عقل فقط دندونشو دارن. مالتی که خدا رو شکر کنم در نیومده. کجا میاد این جمعه؟ حالا اصلا مهم نیست با بچه هست یه چیزی گفت. تو باید به فکر شعب باشی. مهمون اومده؟ یا الله. بله البته مهمون که نه، یکی از همسایه هاست که ما بهشون غذای تستی دادیم برای تشکرات و پاره از مذاکرات برای عقد قرارداد. چه خوب چه خوب. پس قدم ما خوب بود، آمده قرارداد ببنده. بله قرارداد میخوام ببندن، ولی به قدم جسارتا ربطی نشون قبل از که شما تشریف. بهرام جان اون مثال من حیث مراوده من گفتم. بله که توش مثالم مناقشه نیست. بله. مناقشه پسر من مناقشه. من مالی ساختمون سایه هم، همین ساختمون پایینه که سرش یه فضای سبز پارک ماننده. ها میشناسم. من اتفاقا هر روز از اونجا رد میشم. برجت خیلی خوش اومدی.
بفرمایید، من در خدمتتونم. ببخشید، شما جواز کسب یا مجوز تأسیس آشپزخانه دارید دیگه؟ بله، ما قدیمی این کار هستیم، چون که محلمون عوض شده دادیم که تغییر آدرس بدم. جناب خیالتون راحت باشه، شما با یک جای بسیار معتبر دارین قرارداد می‌بندین، یعنی یه قرارداد وین وین دارین می‌بندین. بخشید، آشپزتون تشریف دارن؟ نه خیر، رفتن خرید کنن. در واقع خانم بنده هستن، دست پختی داره که اون انگشتای دستتونم باش میخورید. عالی عالی. البته یه وقت حمل بر خود ستایی نشه، اما ببینید اینجا یک تیم بسیار حرفه‌ای دارن به طور شبانه روز کار میکنن. همین خود پدر من خیلی زحمت میکشن. بله لطف دارید شما. آتوسا دخترم مدیر روابط عمومی مجموعه هستن. کیفیت اتفاقی نیست، ما اینجا متخصص ادویه داریم، روانشناس داریم، سرآشپزای بین المللی داریم، همه و همه دارن صبح تا شب میکوشن تا این غذا رو با این کیفیت عجیب به شما بدن. بله، روانشناس متخصص ادویه. بله. صحیح. بله بفرمایید. شاید عرض کنم خدمتتون، شایدتون داغ داغ تست کردم. خیالتون راحت. اینو ملاحظه بفرمایید. بله چشم. آخه ما قند داشتیم، چرا زحمت کشیدیم؟ قند؟ چیه؟ این بابا بعضی عادت دارن قندشون رو با خودشون میبرن. اجازه بدین عرض کنم. اون سیاهر که ملاحظه میفرمایین، خب معلومه دیگه، یه تیکه سنگ. ها میدونم. اون سفیدا شکست های دندون بندن، یا بهتر بگم شکست های ایمپلنت بندن. دندونه شما نین؟ چی میگی بابا؟ ایمپلنت؟ اوکی. اینا چه ربطی به ما داره؟ ببخشید، این تیکه سنگی شما ملاحظه میفرمایید توی کلمپوله شما بود که باعث شد دو تا ایمپلنت بنده بشکن. اشتباه میکنید آقا، امکان نداره همچی چیزی. میگم من دارم دروغ میگم؟ جسارت نکردم خدمت شما، اما این سنگریزا تو کلمپوله ما امکان نداره باشه، حتما یه جایی دیگه غذا خوردید. ببینید آقای محترم، همیشه حق با مشتریه، ولی نه این بار. شما رفتین از پای گلدون تو سنگریزه برداشتین آوردین گذاشتین تو کیسه، میگینین تو کلمپوله ما بوده. این منطقی نیست. تن عجیبه ها، این آدم آدم موجهی بود وقتی ما تو خونه. حالا که میبینید موجه نیست. نه به هر حال دارن مشکلشون رو حل میکنن. این طرز مشکل حل کردن جناب سرای، من اصلا نمیفهمم چه معنی میده. تو خونه ای که بهرام زندگی میکنه یا کلا همه زندگی میکنیم، صداشو برای کی داره میبره بالا؟ صداشو که هنوز بالا نبرده. چرا داره میبره بالا؟ به من اجازه میدید من برم خودم این مشکل حل کنم؟ پسر عبدالله سرای، چرا نمیذارید یه بار بهرام بره مشکل حل کنه؟ خب برو برو. آخه میدونید مثلا اینه که آخه تو درو همسایگی من برم بزنمش. درسته این کار خودت. گفته بودیم همچی چیزی نوشته بودی؟ سلام عرض کردم آقای خلیزاده، چیزی شده؟ این جناب اومده میگه که تو غذای ما، یعنی غذای مهری، سنگ بوده، دندونا شکسته. البته خودشون دندون نداشتن، برای همین هم ایمپلنت کردن، ایمپلنت شکسته. این آقا با شما؟ دوست عزیز، ایشون خودشون اند چتربازان. میخواین چتربازی کنین اول باید شاگردی کنید بیاموز. نه یعنی منظور بدی نداشتم، میگم جناب سرنگ چتربازه. ببخشید قربان، کاری از دست من ساخته است؟ من اینجا نیومدم دعوا را بندازم، اومدم احقاق حق بکنم. سنگ توی غذای شما باعث شد دندونای من بشکنه، من فقط خسارت دندونام میخوام، همین. نه یه لحظه اجازه بدین آقای توانا، ببخشید شما فکر کردی که میتونی یه مشما دستت بگیری بیا اینجا ما رو تهدید کنی، ما هم بترسیم پول بذاریم کف دست رو؟ نه قربونه دارم دوست عزیز، ما خودمون این کاره ایم. این مرده ای که شما بالا سرش داری زجمونه میکنی تو قبر نیست؟ بله زربون، مثلا نزنی بهتر. اصلا من چرا دارم بیهوده وقت تلف میکنم؟ اجازه بدین زنگ میزنیم 110، برادرها خودشون میان رسیدگی میکنن، من یه مورد ترکه گیری تو نیاورو نفش چنین گزارش میکنم. اجازه بدین موبایل من کجا؟ برام. شما دخالت نکن، بذار ما خودمون حلش میکنیم. من برخلاف میل باطنیم مجبورم در اینجا رو ببندم. شهر هرته، مملکت قانون داره. بله حق با شماست، مملکت قانون داره. طبق قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته بشه، علاوه بر جریمه نقدی، مشمول یک سال حبس خواهد بود. حالا خود قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی که 44 تا ماده داره بماند. ببخشید شما حقوقدان هستین؟ بله. من وکیل پاییه که دادگستری هستم. اینم کارتم. بهرام جان، پسرم، عزیزم، آرمان جان، شما لطفاً تشریف ببرید. آتوسا جان، شما هم لطفاً تشریف برید. ما رو تنها بذارید آقای توانگر با هم یه صحبتی داشته باشیم. میخوای من باشم؟ ما همین جاییم. من پشت درم بابا.
جناب توانگر ببخشید من میپرسم، به نظرتون یکم عجیب نیست درست همون موقعی که شما غذا میخوردید و این اتفاق افتاد همون لحظه یک نفر فیلم برداری میکرد، یکم به نظرتون هماهنگ شده نمیاد؟ گرچه این اتهام شما عنوان مجرمانه داره و من میتونم به جرم توهین ازتون شکایت کنم، ولی خیر، اتفاقا همون روز یکی از دوستان اومده بود اونجا فیلم برداری از لابی مجتمع ما. به یه آقا سلامم بکنی یه چیزی پیدا میکنه از آدم شکایت میکنه. ماشاءالله. جناب توانگر شما خودتون اهل فن هستید، میدونید که در یه چنین شرایطی ویدیو و عکس آنچنان مدرک محکم پسندی نیست. باشه مشکلی نیست، همین دوستانی که تو فیلم دیدین همشون حاضرن بیان شهادت بدن. مگه اونا کیان؟ اونا هم رفیقای خودتونن. به هر حال من شخصا از شما عذرخواهی میکنم. چرا شما دل فاکت؟ من خودم عذرخواهی میکنم، من از شما عذرخواهی میکنم، نمیذاریم تکرار بشه. انشالله آقای توانگرم از این شکایتشون صرف نظر میکنم. از شکایتم میگذارم، خدا آمد میکنم، ولی از خسارتم نمیگذارم. حالا دو تا دونه دندون لبپر شده، مگه چند میشه خسارتش؟ 9 میلیون. دونه؟ نه خیلی، جفتش. خب خدا شکر خیالم راحت شد. به هر حال 9 میلیون تو از کجا میاری بدی؟ ها راست میگه، کجا دارم بیارم نمیدونم. به هر حال شما 3 تا راه دارید، یا اینکه خسارت رو نقدم به من میدین من میرم پیش دکتر خودم، یا اینکه یه دکتری در حد دکتر خودم به هم معرفی میکنی که بتونه این کار رو انجام بده با هر پولی که خودتون میدونین بهش بدین، یا اینکه متاسفانه من باید برم ازتون شکایت کنم. بله که دوش رفتم بگیرم. حریفی که پیر مرد فزرتی نشید. جامیات عزیزم 2 دقیقه جون خواهرت قسمت میدم 2 دقیقه در گوش من ورور نکن، من الان عصبیم، یه دونه چیزی نگو. خب فعلا همین درست ادعای بچه پایی میتم میشه یه پیر مرد بالا شریف فزرتی اومده اینجا چند کچون جامیات ما امروز تو کار شکندن دندونیم، اگه این دوتا دندون موشی جلوی یارو میخوای خفه. همینو میگم دیگه آقا، سکوت، بذار ببینیم چی شده، حرف نزنین، رو هستا به هم نریم. من از شما خواهش میکنم به خاطر پیشکسوتی و سن منم که شده گذشت بکنید از این موضوع. من به خاطر شخص شما 3 روز بهش مهلت میدم، ولی اگر خسارت رو نده اقدام میکنم. بسیار. من کارم با این پروژه که تمام بشه میام سراغ شما، باید ثابت کنی که من کلا شما قصد اخاذی داشتم. اگه نتونی اتهامتو ثابت کنی سر و کارت با قانونه. روزتون بخیر. روز شما بخیر. خداحافظ. با من بود؟ نباید به من بگید با من بود؟ با منی؟ با مهرام تاکسی من بچه پایینم خودم؟ کیا تهدید میکنی؟ من خودم هنوز دارم دانسانه قبولی من میگم یاده کچه خلطی یا تو هم آیا رو رسید خونه باز کی؟ رسید خونه اونی که باید میفهمید فهمید آه مهرام چش لطفاً جناب سرمایه چی شد قربان؟ 10 میلیون پول میخواد همین. 10 میلیون تومن؟ آقا مگه دندونش طلا بوده که شکسته شده 10 میلیون تومن؟ من ایمپلنت دست دو زیاد جابجا کردم، زیرش طلا سفید داره. این نتیجه خلاقیت شما دوتاست که غذای تستی بدیم به همسایه ها. پولم نداده خورده دو قرتونی بشم آقای شده کیو. به به سلام علیکم هادیان عزیز، 100 سال به این سالا. به به این توانگر از اینجا اومد بیرون؟ اینجا بود؟ مگه میشناسیش؟ شما خودتون اینجا قاچاق زندگی میکنید، اون موقع برداشتین کار کاسبی رو انداختین؟ حرفا چیه میزنی؟ قاچاق زندگی میکنین یعنی چی؟ چه طرز حرف زدنه؟ آقای هادیان نکنه باورتون شده که صابخونه هستین؟ ها پس چی؟ آقا هادیان منم آقا من 20 واحد دارم میشه نصف این خونه. بله. اینم تک تک یه واحد دارن تموم شد. با منن تموم شد. آقا چیه؟ حرف نگو کارتون تموم. حالا شما به ما بگو راه حل چیه؟ چه کنیم؟ توانگر آدم عجوبه‌ایه، تو کانون وکلا بهش میزن دای هارد، جان سخت.
آقا شلوغش نکن آقا جان. سخت کیلو چند دایهارد کیلو چند بی خودی، این دماغش رو بگیری جون از کتفش میزنه بیرون. 3-4 سال پیش پسرش رفت یه چیپس خریده، از داخل پاکت چیپس یه سوسک مرده پیدا کرده. توانگر پدر صاحب کارخونه در آبود. آره چی شد؟ با الان مخدومه شد آقا. بله مخدومه شد. اسم پسر توانگر روی چیپسه، چیپس هوتن. حالا اگه از خر شیطون بیاد پایین، منم سعی میکنم که اسم پسرشو بزنم رو کیترینگمون. ها؟ کیترینگ هوتن. ها بعد که نمیگم بابا. نمیشه. آقای هادیان یه راه حلی به ما نشون بده، ما چجوری جلوی این وایسیم. این هر چی میخواد بهش بدین شرش از شما خلاص بشه. بی وجوده آقا. اینجا اگه پلم بشه من دیگه نمیتونم مشتری بیارم اینجا رو نشون بدم. من نمیتونم خودم بیام برم، شما نمیتونی اینجا در بیاد. مگه الکیه چیو بیاد پلم کنه؟ نه بابا کارمون ساخته است آقایون، کارمون ساخته است. آقا هر جوری شده شما این پلو جور کنید بدید این بره. آقا پرتقال بزن بابا. آقا این پرتقال رو از کجا خریدید؟ من امسال شمال بودم همچین پرتقال اونجا ندیدم. مال شیرازه این پرتقال. مال شیرازه. واقعا؟ عجب داستانی شده. ها خونه خانم خونه چرا گرون شده؟ آقای حاجی هم میگه در خونه رو پلمب میکنن، همه تون اینجا میریزن بیرون. آدرس اینجا رو چرا دادی؟ اصلا نمیدونم این سنگ از کجا پیدا شد، پرید تو کلمپل شیرازی مامان من. انقدرم حساسه رو کلمپلاش، خدا کنه نفهمه سکته بخواه. خدا نکنه. واقعا فکر کن یه سنگ به این کوچولوی یه همچین درد سری رو درست کرده باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. بله خیلی ممنونم آقای دکتر. مخیلی این ایمپلمنتاتون چنده؟ چقدر؟ نه برای خودم که نمیخوام، من دندونا مثل مرواریده. بله آخرش میکنم. نه برای اینا که برام کار میکنن. بله بعضشون خوب نیستش. بله چند؟ صحیح میگی دونه 5.5. چی؟ چه خبره مگه؟ خود یارو خسارت دیده میگه 4.5، شما میگی 5.5. ببخشیدا دکتر منه، اگه خیلی ناراحتین ورش دارین ببرینش پیش این دکترایی که آدمای عادی میرن. تقصیر منه، برای شما هم میخوام وقت بگیرم. دیگه فکر کنم باید ماشینمونو بفروشیم. ای بابا آتوسا جون واسه این چیزا که ماشین نمیفروشن که. راست میگه، منم دقیقا میخواستم همینو بگم. آقا بهرام میدونی چقدر بدهی داشت، ماشینمونو نفروختیم. آن ماشین آقا بهرام دیگه همون که مال داییشون بود یا عموشون کدوم؟ داییش ماشین قبلیه رو میگم. من از جو قبلیه رو که فروختیم. واسه انقدر بدهی که نبود، خیلی بیشتر. وای خدای بزرگ بس کنی. من نمیدونم، باید حتما ماشین رو بفروشیم دیگه، کار دیگه نمیشه کرد که. بهتر از اینه که پدر مادر بیچاره منو بیان با خفت و خاری دست بم بزنن ببرن. مانو خدا نکنه. نه آسا تو رو خدا خود تو اینقدر ناراحت نکن، بالاخره یه رای پیدا میکنه. مگه نه من چه که دیگه هم غم به من بده به خدا. میخوای من پاشم برم؟ من میرم. من عصبی شدم تو این خونه. بچه چجوری به دنیا میاد؟ غم ارث خوردن، خدا ارث خوردن. هی با یه استرس گرفتم. بشین نوش دارین. بشینی من میرم میارم. خب دید پایستم فعلا شپاش خونه شو هیچ مشکلی نداره. نه مشکلی نداره، فقط سقفه جاکوزی چکه میکنه که یه مقدار من روش کار کردم اما هنوز یه نمه چکه میکنه. الان که بارون نداریم تا سال دیگه مشکلی نیست. ببین از تو خواهشم اینه که شما این جندی که زدین زود جمع زور کن. جان سخت با کسی شوخی نمیکنه، میاد این در پلم میکنه ها. شما هم ببین اگر یه رفیقی آشنای مشترکی که بیاد واسطه بشه این از خر شیطون بیاره پایین. باش اشکال نداره، بله زیاد امیدوار نباش. من میرم پای. قربانه. خداحافظ. جناب هادیان. چیه؟ من یه عرض داشتم. یه بوجانم بده. ممکن است تشریف برم بکشید. ببرید. آقا جان. آقا بعدی نمی داری بده. آقا تا نفره خصوصی که نمیشه. ما خودمون خصوصیه. بیا. بشه ببرید.
آقا ما آوردیم شما رو اینجا یه مشورتی با اتون بکنیم، نمیخوایم اونا بفهمن چی ها؟ اونا دیگه یعنی بقیه، میخوام بین خودمون چهارتا بمونه. چی بمونه؟ ای بابا آقا نمیخوایم اونا بدونن. شما بالا داشتی یه چیزی میگفتی، یه با وسط کار نگفتی، حرفتو نزدی. چی میگفتن؟ جناب هادیان اینقدر لطفا گیجش نکنی. خب ایشون خودش همینجوری لبریز از سواله. آقای هادیان ما که داخل بودیم بحث خسارت که شد، شما گفتیم ما که نمیتونیم با این پرونده کاری بکنیم مگه اینکه یه پرونده دیگه باشه که یه حرفتو خوردی. بابا والا من بیشتر از یه پرتقال چیزی دیگه نخوردم. حرف تو زنم نذار بچه. آقا پرتقال چی؟ اینم گنگکاریای مشیری رو مالک کشیدی، پس این یارو بر نمیای. مدام جناب هادیان قربونت برم، من نگران حق و وکاله هم نباش، ما در حد یه کاری در خدمتت هستیم، فقط بگو چیکار کنی. عزیزم مسئله حق وکاله نیست. چیه؟ شماها نمیتونید اون کاری که من میخواستم بکنید. آقا ما رو چه جوری دیدی؟ آقا هادیان منو نگاه کن، هر کاری باشه ما میکنیم. مگر نه هر کاری. عزیزم شما به اون یه ضربه نزدی، خسارت نزدی. خب حالا شما یه طوری میکردی که اون به شما این ضربه را بزنه. آقا من فهمیدم چی شد. چیو فهمیدی عزیزم؟ چیو متوجه شدی؟ گفتی یه پسر داره توانگر، عکسش رو چیپسه. آقا خودت میرفتی بهتر نبود؟ آرمان این کاری نیستش، میرفت دوتو چک میخورد میومدی دیگه. آقا به من چه ربطی داره؟ کیترینگ اوناست، من برم دماغم و سپر بلا کنم؟ بعدم به من نگاه کن، زام یادیم به نفع ماست که بیشتر کتک بخوره، هم طول درمان میگیره هم دیهش بیشتر میشه، بعد شاید تایش چیزی برای ما موند، حواست نیست؟ ایوه آقا تو دیدی این پسره رو؟ من خودم که ندیدم، آمارش از سرایی داره گرفتم، گفتش ماشین مشکی داره، بعد گفت این هوتنه، همین ساعت میره باشگاه. کنم آرمانه. الو آقا برام. آرمان بله با جا نزنه. چاکرم قربونت، فقط من یکم استرس دارم ها. شما تا گلاویز بشی من و زامیار رسیدیم سوا کردیم. فقط آرمان گوش کن، زیاد لفتش ندی خب. باشه نه لفتش نمیدم. گیری بده با دماغ بزن تو کله یارو. آقا بهرام با کله خودم محکم. آره آقا. آقا بهرام من چیزم آوردم ها، بتادین آوردم. بتادین ورداشه با خودش. خب میفهمه که چیه با بشکنه دماغت دیگه. بتادین چیه؟ بتادین دیگه چی؟ ها اومد آقا، اومد ماشین مشکیه. آقا این که اینه حال که عکسه اینه میزده رو چیپس. آقا یه ذر گنده نیست؟ زیاله میکشه اینو. آقا چی کار داری میکنی؟ چرا میزنی منو؟ یه نفر چنده؟ به چی نگاه میکنی؟ زنی منو دخورده نمیتن واقعیه برو اون برد یه رزا ایسی بله؟ آقا گوله هیکرد رو نخور، من یه عصبی میزم. برو اون برد ببین آقا. آه 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 بهرام! این من با این آرمان کار دارم. بهرام! بهرام! بهتادین رو برای چی آمدی؟ بهرام! 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 هر چی که هسته چونو گذاشتی؟ روان! روان! بره! با دوتا دیوونه اومدم! من تو فرق داریم! من تو بهرام! آره پراید سفید خودمون، سند اول یه خطم روش نیفتاده، خلیزاده فقط باش رفته اداره اومده، میخوایم بفروشیم یه پولی بذاریم روش یه ماشین بهتر بخریم. 206 تو؟ آره یادمه، میدونم ماشین سالم. میدونم که همیشه تو پارکینگ بوده. ولی خوبه نگران نباشید. اون برامون کوچیکه. بله بله، فقط نگاه کنید گلگیر سمت چپش خورده که من اونو بدون رنگ درش آوردم.
بله بله دیسک، صفحه کلاس، وسیقه آره دارم ماشین برای نه بابا سند ملکشون کجا بود؟ اینا مثل من زیراندازشون زمینه رو اندازشون آسمون. اینجا شما یه صندوق خانوادگی دارین که به آشناها وام میدی. آره آره. نه من برای خودم نمیخوام. برای یکی از دوستام میخوام. خودم هم ضامنش میشم دیگه. بله. نه دو میلیون که خودم بهش میدادم که شما یه صندوق پایین تا پس فرقابت در میلیون نگام کن منو نگام کن زمان یا چند چندیم 35 بعد بازبازی میکنی زمان یا کی تموم میشه من نارنجی ها دستم زمان یا تاول زد گوجه ای بازی کن من گوجم بازی کن رو نمیره که بیا کجایی بابا تو؟ بالا بودم خب بابا ماشین آگهی کرده میگه باید بفروشیم زکی آقا من جای شما بودم زاپاس ماشینم هم نمیفروخم بدم به این مفخور مفخور پلشت چرا کم آوردین؟ شما خریزاده ها کم بیارید و فقط ادعا همینو گفتم منم دقیقا همینو گفتم گفتم بابا جان دست نگه بابا چیکار کنی؟ من چه میدونم بابا یارو ختم روزگاره چیکار میخوای بکنی؟ اصلا دوم به تله نمیده یارو مهر قانونه اوشگول مر قانونه آقا مر قانونه مر قانونه بسیه درست بگو همین که تا اینجاشو گفتم فهمیدیم اصلا اینا بماند گوجه بماند حالا که حتما نباید خسارت جانی باشه ها اصلا یادتون نیست هادیان چی گفت آقایان حقیقتش اینه چه من خودم هم بدم نمیاد چه با توانجر یه دست پنجه نرم کنم من اگر توی یه پرونده این شکستش بدم صداش این بوم میترک آقا اومدیم یه هوتان دو روز نمیاد بیرون اومدیم اصلا بابا درگیر نشد خسارت نزد به ما ما باید یه پلن بی داشته باشیم یا نه چی میگی؟ آقا یه نقش دوم پلن بی بابا تو بچه خلازینی راحت حرف بزن آقا بهرام آقا بهرام بچهش پلن بی آیا آیدیان بفهم داشتم میگفتم اگر خسارات مال به شما زده باشی باز هم من میتونم محکومش کنم فقط جانین مالی هم حله خسارات مالی که جناب آدیا ما چجوری وانمود کنیم که ما خسارات مالی زده من نمیدونم عزیزم شما سه تا جوان هستید بشینید فکر کنید باهوش باشید باهوش باشید یه مدرک محکم پسند داشته باشین حل آقا اینم مدرک یخچالی که کلا موتور نداره ماشین لباسوی هم موتورش نیم سوزه حالا اینا ده میشه ده که میخوای این تلویزیون نیم سوزه و یه سشوار و یه آب میوه‌گیری هم بزنیم تنگش جهنم چند بهشون قیمت دادی؟ بیرون زیر دو نمیدادم ولی به اینا یک فی دادم آخه واسه چی من 1 میلیون چک بدم به تو؟ واسه اینکه 10 میلیون به توانگر ندیم بنویس بابا جان میخوای چی کار کنی باهاش؟ قربونت برم میخوام ماشین رو نجات بدم یک بارم که شده تو زندگیت به من اعتماد کن خب اگه نشد چی؟ ها؟ اگه این نقشه من عملی نشد من تمام و کمال این 1 میلیون رو به شما پس میدم خوبه؟ بیا برو بینم چی کار میکنم اعتماد چی شو؟ کجایی بابا؟ چک به مبلغ 1 میلیون تومان دست شما برج 3 خواب این پول میدونی چقدره؟ آبا نوست نکن خودت خواب این پول رفیقت هم خونته برو اصلا مگه راضی بودن تو مهم بباده بابا بینی من راضی نیستم جهنم واقعا مریضه تو پرروش کردی این مریضه تو پرروش کردی شده عقل متفکر من میگم همین زامیاده بفرستیم با این مریض بودنش خیلی بهترم من اشتباه کردم ورود کردم تو مشکل خونوادگی شما برو با زامیات حلش کن برادرت مغز متفکره برو منو میخوای چیکار ولی یادت باشه بهرام سینما تو خونشه من بازیگرم من یه کاری میکردم اینا نیاورون که میاد تو تعظیم کنه تا بره تو خونش نمیخوای نمیکنم برو بازم بهرام حرف تو زدی آرام ول بهرام تو مثل داداشمی نه داداش بهرام مثل داداشمی
میرم. آی بیا بیرون بریم، بیا بیرون، تو چه داری جوشکاری میکنی؟ بیا بیرون جواب منو بده. آی ایو انداز چرا هیچکی چی به اینا نمیگه؟ تیره چراغ وقت برق دزدیدن دارن جوشکاری میکنن. بیا بیرون میرم. بیا من این همسایتونم خونه تک زنگ ویلایی ها جوری میدونم این جوشکاری چیه. چرا تیره چراغ وقت برق میدازیم فهم میکنیم مردم نمیفهمن؟ مرد حسابی همه وسایل خونه من سوختن وسانه برق. واقعا؟ بله اینا یخچال هم سوخته، تلویزیون هم سوخته، ماشین لباسشوییم سوخته، زن پابای ماه من داره با دست سخت میشه. آقا دو روز پمپ جکوزیم سوخته، نیمسون شده، نتونستم برم تو آبگه مسئولان به من گرفته مقابل چون اینا عصبیم. آقا بگو میخوام از اداره برق ازش شکایت کنم، بگو بیا جواب منو بده، با اعصاب من باز نکنه، میشناسه منو، بگو برام. ما چه برقی اصراری داریم؟ برو برم. نه آقا، یعنی منظورم اینه مگه میشه؟ میگه برم. آره میشه آقای دکتر تماگر توی این مسائل خیلی حساسه. موه سفید، موه سفید دست پای منو بسته. آقا دیگه چنده من بزنم برم. برو دیگه بابا جون، برو دیگه. سیسوده دیگه. اصراریه؟ آره اصراریه، برو. عصبی شارو ده. چی شد؟ هیچ، تموم شد. یه دور زد پسندید. خب معلومه. اینم قول نوش ماشینه به این دست گلی رو میپسندن. به قول خودت عروسک، به قول آرمان ترمزش عین دنبه. خب زود ور میدارن مردم. گفتی بهشون ما 10 میلیون اول میخواییم؟ ها بهشون گفتم، گفت باشه شماره حساب بده، 10 میلیون میرزم به حسابت، بعدش هم 8 میلیون نمیشه، یه چک 3 ماه بهت میدم. سه ماه؟ آره بعد بیاد ماشین رو بردار. 8 میلیون و نیم چیه؟ مگه نگفتی ماشین ما 19 میلیون میارزه؟ موقعی که بخوای ماشین رو بخری 19 میلیونه، موقعی که بخوای بفروشی 18 میلیون و نیم. 500 تومن هم میکشن روش برای خودشون دیگه. شاروخ بیا جمع کنیم بریم شیراز. ماما خودتو ناراحت نکن. راست میگم دیگه، دار و ندار 30 سالمون تقدیم اونا میکنیم که 70 متر جا رو به ما تو دوغزاباد بدن، بعدم این یارو ماشینمون مفتی بر میداره که خواستیم چی؟ یه قاشق غذای مفتی بدیم به مردم. گریه نداره؟ بدبختی نداره؟ مری خانم چرا گریه میکنی عزیز دلم؟ قصه نخور. من خلیلزاده، ببین من خلیلزاده جلوی آتوسا قول میدم، قسم میخورم که تا آخر این ماه یه ماشین نو بذارم زیر پات. تو شاهد باش. سب اگه من این کارو نگردم. وای خدا، بگو وای خدا. شاروخ چی شد؟ بگم هیچ، این درو چی بسته؟ اون وقت میگن آرمان به کی رفت؟ نبینی؟ من همدن داشتم نگاش میکردم، از در و دیوارم میکنه، بدبختیاش بدبختی منم هست. ولی خودت بگو مادر، به نظر تو یه حتی میتونی یه دوچرخم برای من بخره؟ میتونه؟ ماما جونم، ماما دلم درد میکنه. خب از بس خیار میخوری؟ اه خب این برای سالاد دیگه هی داری میخوری؟ وقت میگه دلم درد گرفت کش نمه. پدرمون در اومدی ماشین لباس شویه چرا انقدر سنگین بود؟ بیا اگه میشه این چک رو بده من برم بدم به بابا. چک؟ کدوم چک؟ همین چکی که این لوازم سوخته رو باشون ازت گرفتم دیگه. آها او اونو میگی، اونو که خرج کردم رفت. چجوری در عرض 2 ساعت تونستی چکو خرج کنی بره؟ ما بیزینسمون لحظه ای آرمان جون، تراکنشمون بالا. باشه دیگه، آره هر چی، فقط پولو بده من برم بدم به بابام که این حسابشو بکنه. بابا چک باباش تو عباس. چک پاس چه فقط؟ تو عباس. دمت گرم مردی، مرد پولدار. چهار این چیه؟ پول جنسات دیگه. بابا بده این پول من یا نزمان یا نزمان یا بیا بیا چی هشه؟ چورونه چورون بر چی کن؟ این زیره بیا بیا آقا بیا دستکنه پولا بده من همون اندازه که باید برداری بده من بده من بلش کن. 1, 2, 3, 4, 5 نکن زشت کار. الحق که آدم بی خودی هست. بابا شما شوخی سرتون نمیشه. الان وقت شوخیه واسکازین؟ ماشینشونو فروختن؟ چی؟ ماشینتونو فروختین؟ رفت؟ این خانواده شوخی داره؟
از کجا میدونی؟ الان جلوی در داشتم نیسان مسخره اینو پارک میکردم، این مالخره است، داشت با خلیلزاده قولنامه رو مینوشت. تمام. شوخی میکنی؟ هر کاری بتونم میکنم، اما نمیذارم این ماشین از در این خونه بره بیرون مگه اینکه از روی جنازه من رد شه. چی گفتی؟ گفتم نمیذارم این ماشین از این در بره بیرون مگه اینکه از روی نعشه من رد شه. رد میشه. همینه. راش همینه. نمیخواد. آقا میگم بچه محله‌ای ما اصلا کارشون همینه، از این را امرار معاش میکنن، نون میبرن سر سفره زن بچه‌شون. من خودم چند بار کمکشون کردم. ما تصادف میکنیم. تمام رفت آمده توانگر رو زیر نظر میگیریم. اون چاره ای نداره جز اینکه از کوچه پایینی ما رد شه. تو یکی از این رفت آمده‌هاش که خودشو پرت میکنه جلو ماشین. آقا اینم پلن سی براتون چیدم، ببینم ارزه دارین اجراش کنین. آقا نمیفهمی ما رو میشناسه؟ خب ما بریم که نقشه لو میره اون ما رو دیده. بعدم قربونت برم، تو قبلا این کارو کردی، تو واردی، تو استادی. رئیسی بابا من کلی بازیشو درآوردم، من شلوغ کاریشو کردم، تصادف که نشده. اصلا نمیخواد بریزان بیاد، من میرم بذیه پدر بمیره، شاید وکلا به خودشون بیان. تو رفیق منی، بچه‌مو نبینم بمیرم. من بابام جان عزیزم، این کاریه که خونواده ما کرده به خاطر کیترینگ ماست. پس من میرم، من میرم توریستو میکشم. نکن آرمان با خودت بسر، مگه چند سالتی که میخوای جوری خونواده رو به دوش بکشی؟ ببینش بابا، شما از منم کلیتری. خودم میرم، ماشینش چیه؟ یه شاسی بلند سفید از همینه که هادیه. آقا صدای ترمز، صدای من مرد همه، مرد پول شدم، مرد برو بزه برم. سامیات، سامیات لوله بدن، وقتی خوردی به ماشین لوله بدن، لوله لوله. این راستش چیه؟ این که سربالایی چتا بیشتر نمیتونه بره، خیالمون راحت، خطری نداره. آقا اصلا این کوچه جای تون رفتن نیست. آره نیست، نیست، نه نیست. مشکلی پیش اومده، کمک از من ساخته است؟ که اینجاست، بس کی به من؟ من مورد جنابعالی خاطره نسا، این کیس تموم بشه، اصلا در خدمت. این که اینجاست؟ اینه دارم باش، باش، ببخش آمیان. باشه، 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 تو خوبی؟ با من بود؟ با کی بوده؟ با کی بوده؟ بس کن دیگه تو همه، با کی بودی، با کی بودی، خودش هست نشده. باره بگیر آقا، اینم 9 میلیون پولم تو حسابه انشالله. خلیزه دشم قابل من مبلغش که درسته، تاریخش هم تاریخ فردا. پول تو حساب، نگران نباشید. البته اگر تو حسابم نباشه، جناب توانگر با توانایی که داره برحال. بله من باب شوخی گفتم. این انصاف نیست، اون ماشین همه دار و ندار ما بود. دست خانم محترم، من نمیدونم شما چجوری این پول رو تهیه کردین، ولی در عوض باعث میشه که دیگه از این اشتباهات نکنیم. باور بفرمایید، منم نمیخواستم کار به اینجا بکشه، ولی چاره ای نداشتم. من کاری که شروع میکنم باید به انجام برسه. به انجام رسوندی، دلتون خنک شد. به خدا این پولا گلوتون پایین نمیره، حالا میبینی. اینو لطفاً بدین به آقای خلیل‌زاده. چی هست؟ این اظهارنامه است. توش نوشتم که من تمام خسارتمو گرفتم و دیگه هیچ گونه ادعای خسارتی ندارم. من واقعاً این قانونمندی شما رو جناب دکتر تحسین میکنم، واقعا قابل تحسین. حالا میمونه این چک. شوهر من هیچ وقت چکش برگشت نمیکنه، مطمئن باشید. میتونید وصول کنید. چرا پارش کردین؟ من که گفتم فردا تو حساب پوله. به قول خانومتون این پولا خوردن نداره. منم شکر خدا اینقدر وضعم خوب هست که محتاج این پولا نباشم. فقط میخواستم ادبتون کنم که از این بعد حواستون باشه چه غذایی دست مردم میدین، چون کار شما با جون و سلامتی مردم در ارتباطه. پس از این به بعد حواستون رو خوب جمع بکنید. با اجازه. یعنی از شکایت تو صرف نظر کردی؟ دست شما خدا سورپرایز شده.
من چقدر بهتون گفتم این آقای توانگر مرد مرد به افتخار چون من چقدر خوشحالم خواهش میکنم شماست. دست شما درد نکنه چی هست؟ این احضاری است. ازتون شکایت کردم شما باید دو ماه دیگه تشریف بیارین دادگاه راجع به اتهاماتی که به من زدید توضیح بدید. چقدر من به تو گفتم نه واقعا سلام علیکم خلیل‌زاده هستم. خوبی بابا جان؟ خیلی ممنون تشکر بابا جان. من پشیمون شدم ماشینم فروختم. یه زحمت بکش ماشینو بده بیارن بعد شماره حسابتم بده من پول برات واریز کنم. خیلی ممنون ازت. چی؟ نمیشه بابا جان. من دیروز ماشینمو به شما فروختم 18 میلیون و نیم. امروز بخرم از شما 19 میلیون و نیم؟ آخه چرا؟ ای چه حرفی میزنی؟ بابا جان شما که سمند کامل پرداخت نکرد؟ سمند چیه؟ سمند یعنی پول ارزش مادی. تو که سمن رو پرداخت نکردی. بگو قش در معامله. من قش کردم تو معامله. قش کردم چیه؟ گفتم بگو قش در معامله. اصلا بهش بگو من تو این معامله مغموم شدم. بابا جان من اصلا تو این معامله مغموم شدم میفهمی؟ مغموم نه مغموم داره. چی؟ یه میلیون ازم کم میکنی؟ چرا؟ یک میلیون میگی یک میلیون ازت کم میکنم. انصاف داشته باش. چی؟ پر ببینه بده من. چی میگه؟ سلام. بله من توانگر هستم وکیل پاییه که داد بسرید وکیل آقای خلیل‌زاده. بله بله ببین عزیزم همین الان ماشین رو برمیداری میگه اینجا چک و پولت هم میگیری میری. اگه نیای ازش شکایت میکنم. بله شکایت میکنم. در ضمن اگه من رو نمیشناسی من توانگر هستم وکیل پاییه که دادگستری. برو از چند تا بزرگتر از خودت بپرس بگو توانگر کیه. همین باری کلا تموش دست در نمیده دست در نمیده الهی من قربونه برم توانگر چاکرتم.